سلام شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه منیر رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح یک شنبه پنجم بهمن ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است برابر با نه و نیم شنبه شب 24 ژانویه 2015 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان این طی گفتگوی با مهرنگیز کار حقوقدان میپردازیم به تازه ترین تحولات و اخبار حقوق بشری در ایران شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید تازه ترین رویدادهای مرتبط با حقوق بشر در ایران را هر دو هفته یک بار یک شنبه صبح ها به وقت ایران مرور میکنیم همراه با مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر خانم خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را میپذیرین و دیر وقت واشنگتن این موقع شب زحمت میکشیم استودیو شاید یکی از برجسته ترین خبرهایی که الان به حال در مدیا هست در رسانه ها دیده میشه موج جدید بازداشت فعالان مدنی دانشجویی هست به طور کلی نکته ای هست در این مورد که بخواید گفته بشه مطرح بشه که دیگران نگفتن بله گفته میشه که تعدادی از فعالان مدنی که البته خیلی مشهور نیستند دستگیر میشن در اختفا دستگیر میشن و یک نهاد حقوق بشری متبر هم اعلام کرده که خانواده های اینها حاضر به خبررسانی نیستند این مفهومش اینه که باشون تماس گرفته شده و اینها از ترس خبررسانی نمی کنن از طرف دیگه یک منبعی که نهاد حقوق بشری نیست اعلام کرده که از اقوام و قومیت ها تعداد زیادی در سیستان و بلوچستان و در خوزستان اعراب مقیم خوزستان تعداد زیادی دستگیری داشتیم ولی اونچه خیلی شاخص روی خبرها این است که خانم مهدیه گلرو فعال مدنی فعال حقوق زن که در اعتراض در تجمع اعتراض به اسید پاشی اصفهان حضور داشت همچنان در باز و بسیاری برشون این سوال مطرحه که چگونه است که معترض به اسید پاشی رو بازداشت کردند، ولی توانایی بازداشت اسید پاشا رو اسید پاشان اصفهان رو نداره تواناییشو ندارن واقعا یا عزمی پشت اون نیست چون نمیدون. مقامات بلافاصله بعد از اون جریانات گفتن ما به فوری این کار رو انجام میدیم سرنخهایی داریم چه خبر دلی. از اون پرونده چه تازهی داریم هیچ چیز هیچ حرفی نمیزنن جز اینکه رفتن سراغ برخی دیگر از اسید پاشی ها هم. که اساسا قربانی زن نیست و به نظر میرسه که میخواهند اون اقدام اسید پاشی اسفهان رو که همواره گفته میشه ناشی از تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر بوده و بعضی از سخنرانی های آقایون در نماز جمعه ها که تحریک آمیز بوده اون رو انکار میکنند و از طرف دیگه وارد قصاص یک اسید پاشی شدن که مردی رو مورد حمله قرار داده و همون که پزشکا نپذیرفتن این حکم رو اجرا کنن بله. اونم نه, اون نه ساله که نه سال اتفاق افتاده و در این نه سال خب وقایع زیادی پیش اومده ممکنه که اونا اتفاقی بوده ولی به نظر من تأکید بر این قصاص یک تمهیدی است برای اینکه انگیزه امر به معروف و نهی از منکر رو که در اسید پاشی اسفهان قوی هست تصورش اون رو در سایه ببرد. یعنی یه جوری هم از هان رو منحرف کنن که اصلا موضوعی نبوده و اسید یه امریه که حالا بوده و ولی و ما در حال حال... که این در اسفهان کاملا سریالی بود پشت سر هم رشته نه فقط بود فقط سریالی بود و بلکه قبل از اون آقایون حتی امام جمعه اسفهان و خیلی از روحانیون دیگر سخنرانه های بسیار تحریکامی کردند که خب خیلی هم معروف بود که م. یک بخشش چوب تر بود که بدون چوبه تر فرمان نبرد عجب. و خر عجب. عجب. بعد از اون اتفاق افتاد م. ولی م. این که همواره دستگاه های امنیتی انتظامی ایران تاکید دارن که زود ما سرنخ رو پیدا کردیم و عوامل رو دستگیر کردیم حالا بعضی وقت هم عوامل واقعا اون عوامل نیستن ولی ادعا هست که دستگیر کردن در این مورد به خصوص خیلی قویا اعلام میکنن که یک مقام خیلی بالای نیروی انتظامی اخیرا اعلام کرده که ما هیچ گونه توفیقی نداشتیم برای دستگیری اسید پاشان اصفهان. نجا خواهیم کار خبرهای حقوق بشر در ایران معمولا متأثر کنند و تاسف آور اجازه بدیم یه خبر دیگر رو با در میون بذارم که دفعه پیش اشاره بهش شد ولی فرصت نکردیم بهش بپردازیم رئیس سازمان اجازه من خبر رو دقیق بیارم رئیس سازمان زندانهای ایران آقای اسقر جهانگیری طبق یک گزارشی گویا گفتن که دویست و بیست هزار نفر در ایران زندانی هستند که دونیم برابر ظرفیت زندان های کشوره در این مورد ارزیابی و تحلیلتون چه هست؟ نکاتی در این مورد باز هست به بله. سارقا و غیره و غیره که بعدا بهش بپنید بله این جریانی که شروع شده و حتی با آقای محمد جواد لاریجانی هم شروع شد که خیلی غیر منتظره م. گفت که مجازات اعدام سمید. جواب نداده به, به کنترل مواد مخدر و باید قانون اصلاح بشه مثل اینکه داره این موج گسترده میشه ولی جالبه که هر کدوم از این آقایون مسئولان که در این باره حرف میزنند اساس صحبتشون مراعات حقوق بشر یا نقض حقوق بشر نیست و بلکه مشکلشون اینه که نمیتونن این زندانها رو اداره کنن نمیتونن به زندانیان قضا برسونن جا کم جا دیگه دارن. کم دارن در حالی که خب خیلی خونه و جاهای مخفی هم دارن که اساسا کسی نشانش رو نمیدونه اما اینو باید به فال نیک گرفت در هر حال باید از نظر حقوق بشر به فال نیک درست. گرفت درست بخش دیگه از صحبت آقای جهانگیری رو میفرمایید که گفته که اعدام ها چندان پاسخگو نبوده چندان تاثیر مثبت نداشته همین در طوری. کم کردن جرایم منظورتون این قسمت هم صحبتشه همین این قسمت صحبت مم. ایشونه همین که میگوید 60 هزار تا از این زندانیا در سطح کشور سارق هستن مم. و خب وقتی که نگاه به قانون مجازات اسلامی و میبینیم اشد مجازات برای سرقت البته با شرایطی مثلا قطع مچ دست هست و خیلی ها رو خیلی ها رو در این سالها ها قطع کردن مچ دستشون رو در جاهای مختلف کشور خب به این نتیجه قاعدتا باید این آقایون رسیده باشند که این مجازات های سخت سنگین و خشونتبار که اصلا, اصلاً با این زمانه دیگه مم. تناسبی نداره اینها جواب نداده برای اینکه از نوعی از جرائم که این مجازات ها رو داره کاسته بشه نه از جرائم مواد مخدر کاسته شده با وجود این همه اعدام مم. که ایران رو قرار داده شاید در مرحله اول از اعدام در دنیا و نه سرقت چیزی کاسته و به هر حال باید متوجه شده باشن که رفتارشون برای کنترل جرم و جنایت از این دست رفتار مناسبی نبوده ولی خب متاسفانه خیلی موانع وجود داره برای اینکه در این قوانین تجدید نظر کنند و تفاسیری که از اسلام دارند در قانون گذاری و به خصوص از سوی فقه های شورای نگهبان تفاسیری نیست که به سادگی بتونن این قوانین رو عوض کنن بدون اینکه دغدغه تضاد با اسلام داشته باشن در حالی که ما بسیاری فقها داریم در ایران که خارج از قلم روی حاکمیت هستن و عقیده دارن که مم. می شود هم اسلام رو حفظ کرد و هم در این قوانین بازنگری کرد و به روز کرد قوانین رو خم کارجان تا از این موضوع دور نشدیم یه نکته دیگه هم در صحبت های این آقای رئیس سازمان زندان های ایران بودش این هم متاثر کننده هستش میگه پنج درصد از مردان زندانی و چهل درصد از زنان زندانی در طول حبس خود هیچ ملاقاتی نداشتند بازدید کننده نداشتند این اه, یعنی در حقیقت از طرف خانواده هاشون هم ترد شدن و ضمن تاکید کرده که زنان بیشتر دچار آسیب و اینها میشن این یعنی چی خب یعنی یک خطر بزرگ اجتماعی برای آینده ایران برای اینکه اینا زنانی هستن که خب حالا به هر دلیل معتاد شدن یا رفتن به سمت توزیع مواد مخدر یا به سمت فحشا و اینا خانواده ها تردشون کردن بنابراین اینا کسی رو ندارن که حتی بره به ملاقاتشون واو. اگر بچه هم داشته باشن این بچه کاملا سرگردانه دست این و اونه و حتی خبر دیگری تکمیل کننده اینه که داره روز به روز بر تعداد زنان کارتون خواب در ایران واو. افزوده میشه که خب اینا همه بحرانهای اجتماعی است که حالا نه فقط ریشه اقتصادی داره و بلکه ریشه میتونه این باشه که اساساً این نظام سیاسی توجهی نداره به این درجه از بحرانهای اجتماعی و به جای اون مثلا آقایون میان میگن که ما با حقوق بشر هیچ گونه توافقی نمیتونیم داشته باشیم اخیرا آقای مکارم شیرازی که یک مرجع هستن اینه گفته و از طرفی با مطبوعات برخورد میکنن برای اینکه مطبوعات بترسه و چندان وارد چون و چرا از حاکمیت نشه فرصتی نیستش که به هر موردی ریز بپردازیم ولی ممنون که همین موضوع رو حداقل مطرح میکنه نکات رو به خصوص از آویه های حقوقی و حقوق بشری متشکرم خانم کار عزیز خبر بعدی راجع به ازدواج طبق تعریف کودک یعنی زیر 18 سال ازدواج کودکان هست

دختر زیر 13 سال ازدواجشون به ثبت رسیده و البته پسرش پسر در, در این مورد 313 تا بوده خب به, به نسبت خیل خیلی خیلی 41900 و فلان یعنی نزدیک 42000 کجا 313 کجا ولی به هر حال همه زیر 18 سال هستند بلکه زیر 15 سال بعد و این اصرار هم دارن که عواملش فقره آیا واقعا اینطوره دلیلش فقط فقره در ایران؟ البته یک دلیل فقره حتما یک دلیل فقره برای اینکه خانواده میخواد یک نونخور به قول معروف کم بکنه از خونه وقتی که در معرض بیکاری پدر خانواده و وضعیت نامناسبه اما به نظر من و به نظر بسیاری از کسانی که با قانون سر و کار دارن، و حتی درون ایران هم در این باره مطالبی ای رو نوشتن یک ریشه اساسی قانونه نوع قانونگذاری این قانونگذاری اساسا فرصت میده به کسانی که میخواهند سوء استفاده کنن از قوانین و بچه ها رو شوهر بدن و حالا دیگه میبینیم پسرا رو هم زیر سن حتی پونزده سال میبینیم در وضعیت شوهر قرار میگیرند و پدر بچه دار شده بودن پدر شد... پدر 13 ساله است و مادر 15 ساله خب چرا عجیبه. برای اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم اتفاقا خود جمهوری اسلامی هم ملحق شده و حاضر نیست که سن ازدواج رو بلوغ رو یا هر چیزی رو که در اون کنوانسیون پیش بینی شده یا مسئولیت کیفری رو به هیچ ده سالگی برسونه از طرف دیگه این قوانین رو طوری نوشته که در عین حال که به نظر میرسه خب سن ازدواج دختران سیزده سالگیه ولی این امکانم وجود داره که ولی ولی قهری که پدر است یا جد پدری اینا بیان و بچه زیر سن 13 سال و دخترک رو ببرن و عقد شرعی کنن مهمترین مشکل ما در ایران اینه که وقتی عقد شرعی میشه یعنی یه آخوند محل حتی این سیقه عقد رو جاری میکنه این عقد به قوت و اعتبار خودش باقیه لازم نیست حتما ثبت بشه تا اینکه اعتبار داشته باشه صحیح. به همین دلیل کسانی که بخش مهمی از جمعیت ایران دارن متوجه موضوع شدن و متوجه شدن که اما اینجا مردم ایران باید بدونن که متولی و متصدی این گرفتاری کیه بدون شک کانون سردفتران ایرانه صحیح. برای اینکه حتی بعضی وقتا این ازدواج هایی که شرعا انجام شده بدون اینکه اون شرایط لازم رو داشته باشه که در قانون پیش بینی شده که مثلا اجازه دادستان باشه مم. یا به هر حال حتی همون شرایط ویژه داخل ایران رو هم قوانین ایران رو هم لحاظ و اینا پول می‌گیرن و ازدواج رو ثبت می‌کنن و مشکلی که الان وجود داره و در ایران هم دربارش حرف میزنن اینه که کانون سردفتران ایران موضوع رو خیلی سهل و ساده مورد اقماز قرار میده در حالی که در فهرست تخلفات سردفتران یکیش اینه که ثبت بکنه اون ازدواج شرعی رو که همه شرایط قانونی درش مرات نشده اما همونطور که گفتم باز مهمترین مشکل این است که عقد وقتی شرعی باشه و یه آخوند محل یه پولی گرفته باشه کم ام. یا زیاد و یا تو مسجد محل برده باشن دختر عقد کرده باشن یا به هر شکل دیگری یا توی محضری دفتر ای این عقد به قوت خودش باقیه هرچند که ثبت نشده باشه این مهمترین مشکلی است که دختر بچه ها رو در مرز خطر همبستری جنسی این قرار میده در حالی که ابدا نه آمادگی جسمی دارند، نه آمادگی روانی دارند، و حتی در خطر مادر شدن قرار میده و واقعا جنایت بزرگی است که به نظر نمیرسه در اولویت های حکومت جمهوری اسلامی باشه برای اینکه خیلی ساده اخیرا سازمان ملل متحد یک قدنامی در مجمع عمومی از تصویب گذروند چون این موضوع خاص ایران نیست در بسیاری کشورهای با اکثریت مسلمان زیاد اتفاق میافته و خاص از دول عضو که یک قوانین کاربردی از تصویب بگذرونند برای جلوگیری از این اتفاق و خب متاسفانه دو تا دولتی که دولت های دیگه معترض نشدن و خیلی ها امضا کردند و دو دولتی که معترض شدن به یک بخشی از این قطنامه یکی دولت ایران بود آجا. و یکی هم دولت سودان که گفتن این برخلاف دین و عرف ماست و خب باعث تأسفه که تا این اندازه حقوق بشر رو حتی در مورد دختر بچه ها نادیده میگیرن و با کلی بافی باعث میشن که این جنایات روز به روز زیاد بشه تعدادش در ایران عجب, عجب یعنی تازه این آمار آماری هست که ثبت شده رسمی آماری هست و خودشون, خودشون اعلام, اعلام کردن حالا ببینین چقدر بی‌صدا در شهرستان‌ها روستاها بله اینا کشورهای که... محرومتر اسلامی بلی. بلی. و بلی. اینها چقدر دختربچه بهش داده داده میشه خب قدنامه صادر میکنه برای اینکه متوجه اهمیت مم. موضوع شدن و دارن کار میکنن روش اما قدنامه که در مجمع عمومی سازمان ملل صادر میشه ضمانت اجرایی نداره قدرت اما شکل نداره. اما اگر دولت ها بخواهند که منزلت داشته باشند و یک هویت حقوق بشری در دنیا داشته باشند مثل یک اهرم فشار همین قدنامه هایی که ما میگیم زمانت اجرا نداره کار میکنه اما اگر دولتی نده به این حرفها و فقط بخواد شعاری با همه مسائل برخورد بکنه اهرام فشار هم نیست بله به یکی دیگه از فعالان حقوق بشر خانم هکس میگفتش که یک بام مد و هوا نمیشه جمهوری اسلامی اصرار داره که در این کنوانسیون های بین المللی باشه به خاطر همون حفظ وجاهت و اعتبار و از طرفی هم هیچ کدوم اینا رو را رعایت نمیکنه بله هم حفظ وجاهت و اعتبار و هم اینکه به هر حال منافع مالی هم وجود داره همونطور که در مم. فکر می کنم بعضی از جلسات دیگرمون گفتیم مم. یه بار داشت فرض کنید در مورد مواد مخدر بحث کمک. این پیش اومد که دیگه اون کمک های مالی که به ایران میشه برای اینکه کنترل بکنه مواد مخدر رو این موکول میشه بشه به اینکه مجازات اعدام برداشته بشه و شاید آقای محمد جواد لاریجانی هم که در عقاید و نظریه های چندین ساله خودشون درباره ضرورت اعدام مرتبط با مواد مخدر ناگهان تجدید نظر کردن ناشی از این باشه که خب قرار شد پول قطع بشه نه نه نظر که به هر حال خواهیم کار فرصت داریم هنوز یکی دو دقیقه سه دقیقه دیگه رامش به من میگن از دیگر خبرهای حقوق بشری میشه در حقوق بشر گنجوندش به خاطری که کاملا مستقیم به آزادی بیان مربوط میشه اما عذابی حقوقی هم میخوایم اگر که نکته ای هست برامون بفرمایید که بسته شدن روزنامه مردم امروز و بلا فاصله بعد از اون لغو امتیازش اینا رو چجور میبینین؟ واقعا هم حقوقدان داخل کشور اه. هم حقوقدان خارج از کشور خیلی خیلی وسیع در بحث کردن سهی. و به استناد مواد و تبصیره از همین قانون مطبوعات کنونی اه. اه ثابت کردن که بدون مجوز قانونی این اتفاق افتاده اه و اه این همه روزنامه نویس بیکار شدن حالا غیر از بحث فرهنگیش غیر از بحث آزادی بیان که به حتی به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دربارش صحبت شده که گفته شده اساسا نمیشه قوانینی را از تصویب گذروند حتی که آزادی بیان رو مخدوش بکنه حالا ولو اینکه همواره شرط عدم تعارض با اسلام درش وجود داره اما مهمترین حرف این است که نمیتوانستند این روزنامه رو به علت توهین به مقدسات تعطیل بکنن توقیف بکنن یا لغو بکنن مجوزشو و توضیح هم دادن که نمیتونن بگن که در تعارض با اسلام بوده اون خبری که منتشر صحیح. کرده روی صفحه اولش و تفسیر کردن که تعارض با اسلام چگونه مسائلی میتونه باشه به مثلا اصول دین باشه فروع دین باشه و به هر حال همگی رد کردن قانونی بودن و حتی شرعی بودن تفسیر اون بخش از قانون مطبوعات رو که به بحث توهین به اسلام توجه میده در همه حال غیر قانونی است ولی از اون بدتر این است که خب حالا وارد یک حرکت افراطی تری دارن میشن مجلسیان ایران از طرفی خانم فاطمه آلیا گفتن که مثلا آقای قوچانی که سردبیر این روزنامه است چون قبلا هم سردبیر بعضی نشریاتی بوده که لغو امتیاز شده باید به کلی تا ابد محروم بشه باید باید. از اینکه کار مطبوعاتی بکنه و از طرف دیگه آقای رسایی یک نماینده دیگه طرحی رو به کمک ای از گویا نمایندگان مجلس گذاشته در اختیار برای تصویب آیا در حوزه اختیارات و مسئولیت ها وظایف نمایندگان مجلس اینجور کارا این جور کارها خب طرح میده خب بله طرح میده ولی این طرح اصلا با قانون اساسی خودشون در تعارضه <applause> برای اینکه اون قانون اساسی یک جوری وارد موضوع مطبوعات شده که اجازه نمیده به این همه تفسیرهای عجیب و غریبی که برای در تنگنا قرار دادن روزنامه نگاری در ایران هست و خب الان سردم داره اینکه این حرکت افراتی خیلی افراتی تر بشه از طرفی خانم فاطمه آلیاس که میشناسیم ایشونو یک وقتی گفتن برای اینکه بتونیم جلوی بعضی فسادها رو بگیریم خوبه که ده تا زن خیابونی رو بیاریم تو خیابون اعدام کنیم مه. و حالا هم نظر و راه حلشون اینه که آقای قوچانی هیچ وقت دیگه نباید و بعد اون تر هم باز مهم. در همین مسیره صحیح. و میگه باید کسانی که روزنامه نگارانی که در روزنامه های کار میکنن که مثلا تعطیل میشه اینا امکان اینکه که برن در روزنامه دیگری کار بکنن رو نداشته باشن خب این میشه سلب حق حیات سلب حق معیشت خب کارشون روزنامه حرفشون روزنامه نویسی بعد حالا وقتی که با هزار بدبختی بیکار میمونن سالها یا زندان میرن میان بیرون بعد میان از کشور بیرون و بالاخره جذب بخش های فارسی رادیو ها و تلویزیون ها میشن اون وقت میرن سراغ خانواده هاشون و میگن که اینا جاسوسن ممنونم خانم کار عزیز خیلی, شما. متشکرم خش. از توضیحاتون تا فرصت بعد و توضیح های بیشتر از شما بشنویم از شما نیز متشکریم از همراهیتون من نمیدونم دوربین کجاست ممنونم با ما بمانید با قسمت دوم خبرها بخش دوم خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا به آگاهیتان میرسانم